زندگی سیاسی محمد علی فروغی، نخست وزیر رضاشاه، مثالی است پرمعنا از روشنفکرانی که به قصد بهبود اوضاع مملکت در یک حکومت استبدادی شریک شدند. آیا این رویه نتیجه داد؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. به پرگار این هفته خوش آمدید. زمانی که محمد علی فروغی توسط رضا شاه پهلوی خانه نشین شد، وقت کافی یافت در مورد رفتار سیاسی خود بیندیشد. او که چندین سال به عنوان وزیر و نخست وزیر به رضا شاه خدمت کرده بود، نتوانست در پی واقعی مسجد گوهرشاد برای پدر داماد خود شفاعت کند. رضا شاه هم متهم را تیرباران کرد و هم شفاعت کننده را از کار برکنار. اما حاصل تفکرات فروغی این نبود که در همکاری با رضا شاه پهلوی خطا کرده است. چند سال بعد او باز هم به ارکان قدرت بازگشت و در شرایطی بحرانی تلاش کرد انتقال سلطنت از رضا شاه به فرزندش بدون مشکل انجام شود. در مورد فروغی چه میتوان گفت؟ روشنفکری که دانشگاه تهران را تأسیس کرد و بهترین متن فارسی زمانه خود در توضیح فلسفه غرب را نوشت، در همیاری با نظامی که می‌دانست استبدادی است چه ترفیب است؟ اگر تعریف عمومی روشنفکر که عبارت است از منتقد قدرت در تمامی اشکال آن را بپذیریم، آیا می‌توان فروغی و همفکران او چون علی اکبر داور را در کوتاهی از آرمان‌های روشنفکری مقصر دانست؟ این سوال‌ها را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. علیرضا مهاجری، استاد سابق دانشگاه تهران و پژوهشگر تاریخ سده 20 ایران. محمد رضا شالگونی، فعال با سابقه سیاسی. توبا زکی‌پور، دانشجو. و احسان شفقت، دانش آموخته حقوق. خیلی خوش آمدید. آقای مهاجری، شما بخصوص خیلی تحقیق کردید در مورد فروغی. حاصل کارش رو چه میدونید؟ کارنامه‌اش رو چجوری ارزیابی میکنید؟ اول بگم که در سال 1151 که من رشته علوم سیاسی رو در دانشگاه ملی اون روز شروع کردم، جو حاکم بر دانشگاه و دانشگاهی ها اینجوری لاقل بر دانشجوها به این شکل بود که تمام حوادث تاریخ ایران رو پیش بینی شده، طراحی شده از سوی قدرت‌های بزرگ میدونستن در دوره پهلوی و کنشگران داخلی رو هم پیاده کنندگان این برنامه و از جمله فروغی. بدبینی نسبت به فروغی به حدی بود که حتی همین متن بسیار جالب او در رابطه با سیر حکمت در اروپا رو دانشجوها ابا داشتن از خوندنش وقتی که توسط اساتید توصیه میشد. یعنی اینقدر بدبینی و طرد نسبت به این موضوع وجود داشت. بعدن که من به عنوان استاد دانشگاه اصفهان جامعه شناسی آموزش پرورش رو در اون دانشگاه تدریس می‌کردم، یکی از سوالاتی که برام مطرح بود این بود که چطور آموزش‌های جدید در ایران موفق نبود به اون صورت ولی در ژاپن خیلی با موفقیت همراه بود. این موضوع منو کشوند که وقتی که می‌خواستم تحصیلاتمو ادامه بدم در دور دکترا، راجع به روشنفکرانی که پایه‌گذار تحصیلات جدید در ایران بودن بیشتر تحقیق بکنم، ببینم مشکلاتشون چی بوده و هدایت شدم به این سمت که راجع به یکی از اولین معلم‌های مدارس ابتدایی اون روز و دانش آموخته دارالفنون محمد علی فروغی تحقیق بکنم. برام جالب بود که بدونم که این نسل فروغی و به خصوص فروغی و نسلش چه مشکلات، چه دردهایی داشتن که با بعدن رو آوردن به همکاری با سردار سپه و رضا شاه بعدی و از بعضی از تندروی‌هاش هم چشم‌پوشی کردن. بعد بررسی کردم در تاریخ این دوره اون تحقیرهای فشرده ای که از اوایل قرن 19 با شکست های ایران از روس و معاهدات ترکمنچای و گلستان همراه بود، بعد جنبش مشروطه و شکست این جنبش،
پیاده نشدن اهدافش، برای اینکه اهداف اولیه مشروطه مهمترینش برقراری عدالت و قانون بود در ایران، و یکی هم تجدد و نوسازی نظام آموزشی و صنعتی در تمام سطوحش. روشنفکرایی که بعداً با کودتای سوم اسفند 1299 همکاری میکنن و بعداً با سردار سپه و خصوص و حکومتش، در وجود سردار سپه روزهای اول شخصیتی میدیدن که دنبال پیاده کردن این اهداف هست. علت این که باش همکاری کردن این بود، و از بعضی از تندرویهاش هم چشم پوشی کردن. حتی میبینیم که تمام کسانی که حتی منتقد بسیار شدید سردار سپه هستند، به نحوی در برابرش کنار میان، از جمله مصدق، مدرس بعد که دیگه مایوس میشه از برگردوندن احمد شاه، آشتی میکنه با سردار سپه و دو تا پست وزارت در کابینه سردار سپه در اختیار مدرس قرار میگیره. روزهای اول صدارت سردار سپه دقیقا نشون دهنده این هست که این پیاده کننده اهداف مشروط است. یعنی دو تا هدف مهم، یکی اون تجدد و تحول ایران در تمام سطوحش، و یکی هم برقراری قانون و عدالت، تحول سیستم قضایی ایران، تحول نظام آموزشی ایران و تمام این برنامه‌ها، حتی اون جنبه‌های ژست‌های دموکراتیک، از جمله اون تشکیل کمیته مشورتی دولت در اوایل صدارتش که از چهره‌های خوشنام اون روز، از جمله مصدق، فروغی، یحیی دولت آبادی، تقی‌زاده. به این ترتیب شما معتقد هستید که تأثیرات بسیار مثبتی به جا گذاشت محمد علی فروغی و کسانی مثل محمد علی فروغی، از جمله علی اکبر داور. بذارید ببینیم آقای شالگونی نظرشون چه هست. من فکر می‌کنم که قبل از اینکه آدم به طور مجرد فکر بکنه که کسی خوبه که بیاد برای مدرنیته کار بکنه، یا مثلا خوبه که در تعلیم و تربیت تلاش بکنه نتایجش رو ببینه، باید ببینیم خودش چه نوع آدمی، از کجا برخواسته، به کجا میره. خب همه ماها یک جور فکر نمی کنیم. اون حرف معروف رو که در کلبه و در کاخ به یکسان نمیتوان اندیشه کرد. در فروغی رو خوبه که قبل از هر چیز زندگیش رو ببینید. این یکی از آدمهایی بوده که پدر در دربار قاجار بودند، یعنی جزء معلمین اشراف ایران بودند. اینا یک نفری که مثلا از دوله است، از سلطنه است، از مدرن شدن کشور نمیتونه اونطور تصور داشته باشه که مثلا مدرنیته که همراه با دموکراسی باشه. اون چیزهایی که در کشورهای غربی دیده ایم و اینجا هم اینطوری بوده، اونطوری نبوده که پا بالایی ها همهشون مثلا خواهان این باشن که مردم هم حق رأی داشته باشن. اینو تیکه تیکه گرفتن مردم، و اینکه چنین شرایطی به وجود بیاد یه نوع دیگری از روشنفکران، نوع دیگری از تحصیل کردگان لازم هستن که بیان و طبیعتاً تکیه بکنم به اون پایینیا، به مردم و اون تعادل. آیا فکر میکنید فروغی در اون دوره میتونست نوعی از تجدد رو که با دموکراسی آمیخت است پیاده کنه یا پیش ببره؟ من فکر میکنم که بهتر اینطوری سوال کنیم، اصلا میخواست این کار رو بکنه؟ من به نظرم نمیخواست. مثلا استکاکایی که همین آقای فروغی با دکتر مصدق داشت، مصدق خودش هم جزو اشراف زاده ها بوده، ولی تفاوت این رو ببینید، حتی اون از قاجار مهمتر بوده از این نظر. خوب. ولی از لحاظ نسب و اینها، منتها توجه داشته باشید که تفکر او، نوع نگاه او فرق میکنه با مسئله. بسیار خوب، اجازه بدید به خانم زکی پور بریم ببینیم که سوالشون چه هست. سوال من از آقای شالگونی هست. گفته میشه که آقای فروغی پایه‌گذار مکتب لیبرالیسم در ایران بود. لیبرال ها معتقد به ترمیم و تعمیر هستند تا تغییر، برخلاف روشنفکران چپ که تو یک دوره‌ای از تاریخ سیاسی ایران
یک سلطه وسیع و عمیقی رو در تاریخ ایران داشتن و معیار ارزش‌گذاری خیلی از اندیشه‌های سیاسی و کارهای علمی و فرهنگی همین اندیشه روشنفکری چپ بود. فکر نمی‌کنید که خیلی از کارهایی که فروغی کرد یک حرکتی بود که از اون نقطه آغاز شد، نقطه آغازی بود توی تاریخ ایران که بعد این غلبه اندیشه روشنفکری تو اون دوره این حرکت رو متوقف کرد؟ من فکر کنم اینطوری نیست. واقعیت مسئله بارد از اینه که در خلق این اتفاق نیفتاد. قبل از اینکه اصلا رضا شاهی ظاهر بشه در صحنه، ما انقلاب مشروطیت رو داشتیم. از جنگ ایران و روس به بعد نهضت بیداری ایرانی ها شروع شده بود. خیلی ها تفکراتی داشتن، انقلاب کرده بودن. اولین ملتی ایران، ایرانی ها در آسیا که انقلاب دموکراتیک کردن، این چیز کمی نیست. و بعد انقلاب شکست خورد. بعد اون 12 سالی که بین فتح تهران و به اصطلاح کودتا 1299 اتفاق افتاد، در 12 سال نکته مهمی بود. پراکندگی، آشفتگی، قدرت‌های فلان و اینها بودن که رضا شاه اومد اینا رو متمرکز کرد که جنبه مثبت هم داشت. ولی توجه داشته باشید که همون موقعی که این صحبت ها میشد در ایران این چیزها بود، فضای سیاسی بود. و یکی از چیزهایی که ما مدیون هستیم در قرن بیستم، اگه ایرانی ها در واقع روشنایی رو دریافت کردن، 2 تا 12 سال ما داریم فاصله بین 1288 فتح تهران تا به 1299، یکی هم از شهریور 20 تا کودتای تو اون 12 سالی که میگید. ببینید تو اون 12 سال اتفاقا بعد از استبداد صغیر ایرانی ها تلاش کردند، یعنی مشروطه خواها تلاش کردند که واقعا دنبال اصلاحات رو به صورت جدی تر بگیرن. ولی همزمان میشه اولین جزء اولین کارهایی که کردن مورگان شوستر رو آوردن که وضع مالیه ایران رو اصلاح بکنه. همین باعث میشه به خاطر ضعف حکومت، حالا غیر از اون شورش هایی که در جاهای مختلف کشور بود و حکومت به هیچ عنوان قادر به مقابله نبود، همین مورگان شوستر رو که میاره به محض اینکه شروع میکنه جلو اموال بعضی از افراد درباری رو گرفتن، کارشکنی میکنن. در این مرحله شما معتقد هستی فروغی یکی از کسانی بود که مایل بود جامعه ثبات بگیره و نظم و قانون برقرار بشه؟ اولا خصلت محوری فروغی رو من بگم، یکی معلمه، یعنی روحیه معلمی رو از همون ابتدا تا آخر حفظ کرده. روحیه خانوادهش هم همین بوده، یعنی لااقل از پدر بزرگش به این طرف محمد مهدی ارباب که 15 سال اومده بوده هند، اون روز در زمان محمد شاه اومده به هند 15 سال اونجا راجع به علوم جدید و قانون برقرار قانون یکی از چیزهایی رو که بعدم پدرش محمد حسین فروغی اون هم دنبال همین کار رو گرفت. از جمله نخستین نشریه غیر دولتی اون روز رو به محض اینکه شرایط ایجاب کرد منتشر کرد به نام تربیت. متمرکزیم روی دوره نخست وزیری فروغی. همین رو میخواستم بیام اینجا که این خصلت محوری اینها، یکی قانون خواهی و یکی هم روحیه معلمی، که دنبال این بود که جزو اون دست روشنفکرانی بود فروغی که میگفتن باید مردم رو آموزش داد که هر تغییری، هر کاری که میخوان در مملکت پیاده کنن از روی علم و آگاهی باشه. کسی که دنبال گسترش آموزش ها و آگاه کردن مردم هست، حالا این درسته که معلم احمدشاه قاجار بوده، معلم بعضی از درباری های قاجار بوده، خانواده فیروز، بله. ولی به این معنی نیست که از مردم، از توده ایمان. زندگی خودش به هیچ عنوان نشون نمیده که یه آدم اشرافی تجملگرای اونجوری هست. یعنی زندگی خودش واقعا یه زندگی ساده ای هست و دنبال این هم بود که مملکت یکی آرامش بگیره و آموزش ها در سطح گسترده توسعه پیدا بکنه، مردم آگاه بشن. کسی که دنبال آگاهی مردم هست نمیتونه اشتباهاتش رو، من به هیچ عنوان نمیگم که روش قلم عفو به اصطلاح چی بودن این اشتباهات؟ اشتباهاتش خیلی کوتاه اومد
در شرایطی که مشخص بود که سردار سپه داره تندروی میکنه از اون مسیر خارج میشه، این جزء کسانی نبود که موزه گیری بکنه مقابله. بله، فکر میکنم این نیاز به مکس بیشتری داره. برمیگردیم به این بحث اشتباهات و همینطور دو نکته مهم در صحبتهای آقای شالگونی و سوال خانم زکی‌پوری، که اینکه چرا اون الگوی همکاری با قدرت دنبال نشد و ذهنیت چپ غالب شد، دوم اینکه نوع تجددی که فروغی میخواست و همینطور رضا شاه چی بود، چطور بود و چه نتایجی به بار آورد. اما اجازه بدید قبل از اینها به آقای شفقت بریم. من سوال اول من آقای شالگونی هستش. میخواستم ببینم که شما تا چه حد معتقد هستید که اون اندیشه هایی که در دوران مشروطه شکل گرفت در تفکرات روشنفکران مشروطه امکان پیاده شدن در عمل پیدا کرد در زمان دوران پهلوی، چه پهلوی اول و چه پهلوی دوم؟ حالا جواب این سوال رو بدید، من در راستای پاسخ شما سوالات دیگر رو مطرح میکنم. من فکر میکنم اولین مسئله ای که انقلاب مشروطیت داشت، خب یک سلسله عدالت خونه فلان به همان اینا مطرح بود، خواسته های مردم. یه مسئله عبارت از این بود که مشروطیت دیگه قدرت مشروط باشه. این از که ترک ها قبل از ما گرفته بودن، عثمانی ها. خب اینا چیکار کردن؟ در دوره پهلوی واقعا اون چیزی که از مشروطیت حذف شد اون نقطه کلیدیش بود، اون مسئله هسته‌ای بود. ببینید هر کاری که میتونست بکنه کرد، همونطور وزراش، همین آدم هایی رو که توجه بکنید، ببینید آدم های مهم رو، سید محمد تدین، علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش، تقی‌زاده، نصرت الله فرمان فرما، محمد تقی بهار و بشمارید برید احمد کسروی، همه اینا خدمت کرده بودن. منتها رضا شاه همون طور کشت اینها رو، همون مستبدین شرقی میکشتن. بله. انقلاب دموکراتیک مردم ایران اون همه تلاش رو فلان کجا رفت؟ فتح تهران کجا رفت؟ مشروطه به هر حال سه خواست اصلی و اساسی داشت، درسته؟ یکی استقلال ایران در خطر بود، ایران امنیت نداشت، مشروطه خواهان به دنبال این بودن که یک آدم فرد قدرتمندی بیاد امنیت برقرار کنه در کشور. استقلال کشور من نمیخواستم، میخواستم مردم حکومت. ایرج میرزا میگه زراعت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه. سوال شما رفتش با نه، میخوام این رو بگم در مورد آقای فروغی صحبت کنیم. خب در رابطه با آقای فروغی و خیلی کسان دیگه، یعنی میخوام اینو بگم که آقای شالگونی، ببینید ما خیلی سیاسی هستیم، ملتی هستیم که با عینک سیاست به مسائل نگاه میکنیم. فروغی بده، چرا؟ چون در دوران پهلوی بود، همون چیزی که آقای مهاجری گفتن. فلانی بد بود، چرا؟ چون در دوران مثلا ایکس بود. این با دید سیاست نگاه کردن نتیجه چی میشه؟ تاریخ ما به جای اینکه برای تاریخ باشه برای سیاست. میخوام ببینم آقای شالگونی میپذیرن این اتهام رو؟ چپش. اونم از نوع چپش. هم. یعنی هر نوع یعنی هر حرکت علمی، فرهنگی، سیاسی اگر در تضاد با قدرت نباشه مشروع نیست. توی یک دوری از تاریخ این تاریخ ایران پاسخ خیلی کوتاه بگم در پاسخ به اون چیز مقدمه ای هم که شما گفتید که مشارکت در مثلا استبداد پهلوی، دغدغه روشنفکران پهلوی اول من فکر میکنم سیاست نبود، بیشتر آبادانی بود. در ایران آبادانی بود برخلاف روشنفکران دوره دوم پهلوی. بله، خب اجازه بدید جواب بدن. ایشون میگن دغدغه این روشنفکران آبادانی ایران بود، نوسازی بود، یا اینجوری بگیم اون بخشی از تجدد که به ساختن زیر ساخت ها اهمیت میده. خب آیا فروغی در این کار سهم نداشت؟ چرا نداشت؟ مسئله این نیست. مسئله با چرا مسئله این نیست؟ اولا ببینید آقای فروغی در رابطه با اینکه سردار سپهی که اومده بود در مجلس رو به توپ میبست و نمیدونم، منظورم به توپ بستن نه به طور واقعی، این چه کار میکرد اونجا؟ در جزء و اعوان انصار قدرت بودن دیگه اینها. به هر حال من ضمناً بگم که من واقعا فروغی بله به یه لحاظ خودش رو لیبرال میدونه، من منتها تعجب میکنم که مثلا اگر جان لاک لیبرال هستش، من جان لاک رو هم قبول ندارم، همون که ایشون گفتم من چپ هستم، ولی جان لاک خب فرزند انقلاب انگلیس بوده، یا مثلا ایمانوئل کانت رو در نظر بگیرید که وقتی که خبر انقلاب کبیر رو براش آوردن گفت خدایا حالا این بنده پیرت میتواند در آرامش بمیرد. به نظر میاد فروغی مهره خیلی مهم و کلیدی بوده توی تمام دوره رضا شاه و
پسرش. برام خیلی جالب اینو بدونم که اون اصلا انگیزش از اینکه این میخواسته توی بدنه قدرت بمونه چی بوده. روشن فکرایی که معاصر فروغی بودن، یعنی هم فکر فروغی بودن، میگفتن که باید مردم رو آگاه کرد تو تمام زمینه‌ها و برای اینکه هر تغییری که میخوان ایجاد بکنن، هر تحولی که میخوان ایجاد بکنن آگاهانه باشه. و اما در اون دوره تمام هم دوره‌های فروغی معتقدن که بیشتر این دلش می‌خواست به کارهای فرهنگی بپردازه. اگر که به کارهای سیاسی پرداخته، به خاطر آماده کردن شرایط برای اون تحولات و گسترش به اصطلاح آموزش ها و تحول مملکت هست. در و همین رو من روش تاکید دارم که واقعا در تمام شرایط یکی از دلایلی که اینها کوتاه اومدن در برابر سردار سپه و رضا شاه بعدی به خاطر این هست که گزینه دیگری نداشتن. چرا شما وقتی کسانی که میرن سردار سپه رو از رود هن میارن بعد از اونی که قهر کرده بود، تمام گرایش های چپ و راست مجلس هستن، سلیمان میرزا هست دیگه، مستوفی الممالک هست، مشیر الدوله هست، مصدق هست، همه اینها یعنی گرایش های مختلف به عنوان نماینده مجلس پا میشن میرن رودهن که بیارنش. خب این گزینه ای نداشتن. آیا چنین آقای شالگونی واقعا گزینه دیگه نبوده؟ خیلی گزینه دیگه ای رو در پیش گرفتن. واقعا آقای مهاجری هم من میخوام ببینم که واقعا خودشون هم معتقدن که گزینه ای وجود نداشت. من فکر میکنم گزینه دیگه وجود داشت. ببینید یه دفعه اگر خروس نخونه سحر نمیشه، یعنی اگر آقای فروغی یا رضاخان پیدا نشن در ایران تجدد پیدا نمیشه. بابا قبل از این اولا بوده، در کشورهای دیگه نگاه کنید، در چین نگاه بکنید، در همین بغل گوش ما در عثمانی نگاه کنید، از دوره تنظیمات و اینها نگاه کنید، بید و ترکای جوان رو نگاه کنید که خودشون هم یه جانورهای وحشتناکی بودن، محمد علی پاشای مصر رو نگاه بکنید، همه این کشورها رو نمیگم برید اروپا، همین دور بر رو نگاه بکنید میبینید مدرنیزاسیون اصلا داشت اتفاق میفته. ولی حتی در اونجاها از جمله در عثمانی کسایی تجدد را آوردن که احتمالاً شما میگید دموکرات نبودن و مثل فروغی رد میکنید کارنامه. بعضی هاشون واقعاً فروغی پیش اونها امام معصومه بود. بعضی از اونها مثلا ترتیب... ارمنی کشی که ترکای جوان راه انداختن. خب بله به ترتیب اون مثال ها خیلی روشنگر مثال نیست. اما میخوام ببینم شما فرض کنید محمد علی فروغی، علی اکبر داور و کسانی چنینی با رضا شاه همکاری نمیکردند، آیا شرایط بهتری می بود؟ آیا تمایلات استبدادی تشدید نمی شد؟ آیا همون درجه از نوسازی ناقص نمی موند یا به شکل ابتری انجام نمی شد؟ آیا دانشگاه تهران، سیستم آموزشی، سیستم عدلیه، وزارت دادگستری که علی اکبر داور طراحش بود، اینا شکل می گرفت؟ ببینید این اون من می خوام از یه لیبرال خلص یه نقل قول بکنم، اون حرف معروف کانت رو میگه، میگه کاری بکن، قرار بحث بر سر اینه دیگه، کاری بکن که اگر عمومیت پیدا بکنه خوشحال بشی. اگر قرار باشه که همه اونهایی که تحصیل کردن با قدرت، با مخصوصا قدرت استبدادی منظورمه، با پولداران، با زورداران همکاری بکنن تحت این عنوان، اون عنوان که البته کارهای مثبتی هم بکنن، خب نتیجه چه میشه؟ به نظر من مخصوصا در کشور ما مصیبت بار بوده. همین آقای فروغی توجه داشته باشید که وقتی دوباره نخست وزیر شد که شما میگید با علم و کیاست و اینها، توجه داشته باشید که جریان فروغی و فروغی ها، اونایی که کشته شده بودن در زندان های رضاخان، هیچ، اونایی که زنده بونده بودن، این میخواست بیشتر از هر چیز رضاخان سلطنت رو در پسرش داشته باشه، نه اینکه نمیدونم ایران رو نجات بده فلان. ایران هم البته من نمیخوام بگم چرا از سلطنت پسرش دفاع کرد. آره. ببینید اگر که این قدرت طلب بود، میدونید که به خود فروغی یکی از پیشنهادهایی که کرده بودن اینکه رئیس جمهور بشه، یعنی بعد از شهریور 20 دو تا گزینه برای ریاست جمهوری اون روز مطرح بود، یکیش همین آقای فروغی رو که انگلیسا اتفاقا این پیشنهاد رو بهش کردن که گفت که شرایط ایران اجازه نمیده که ما به سمت جمهوری بریم. بعد
در چی؟ یکی هم ساعد مراغه‌ای که گزینه روس‌ها بود که اتفاقا بعدا در مقابل شوروی هم ایستاد در رابطه با نفت شمال کار نداریم. منتها میخوام بگم که اگر دنبال قدرت این تصورش این بود تو اون شرایط گزینه‌هایی که بودن، این که میگم تو اون شرایط گزینه دیگری نبود، میخوام بگم که اگر داشتن خب میرفتن سراغش، یعنی چهره‌ای غیر از اون در اون تاریخ لااقل بهتر نداشتن. همین پسر بهتر از رضا شاه، بهتر از رضا شاه، بعد هم پسرش یکیش به خود اینها پیشنهاد ریاست جمهوری کرد. بله. ولی این سوالی که آقای شالگونی میکنه به شما الان میرسیم مهمه و نقل قول خوبی از امانوئل کانت که شما کاری رو بکن که اگر همه انجام بدن سرفراز باشید. درست. اگر همه روشنفکران در طول دوره پهلوی اول و دوم می‌رفتند در ارکان قدرت شرکت می‌کردند، سعی می‌شدند، فکر می‌کنید نتیجه بهتری بود؟ خیلی‌ها معتقدند که اون نوع خاص از تجدد که در واقع فقط مدرنیزه کردن بود، خیلی‌ها معتقدند اون به انقلاب ایران منجر شد، چون واکنش شدیدی بود انقلاب ایران برای علیه اون نوع گفته میشه تجدد عامرانه. درست. اگر همه روشنفکران با پهلوی اول و دوم همراه می شدند نتیجه بهتر بود یا نه؟ ببینید دو تا از روشنفکران اون دوره خیلی خوب نقد کردن وضعیت تجدد خواهی رضا شاه رو. یکی مدرس میگه که تجددی که سردار سپه، یعنی در جواب منتقدین میگه تجددی که سردار سپه دنبالش خواهد بود این که چوپونای ما کراوات بزنن، ولی از تحول صنعتی اینها خبری نخواهد بود. یکی دیگه مخبر السلطنه هدایت که خود 6 سال نخست وزیر رضا شاه بوده، بعد از اونی که اون غوغای همین حجاب و اینها پیش میاد، یه روز میره به دیدن رضا شاه، میبینه که هنوز که اون روز کلاه شاپو دیگه دستور داده شده بوده و مخبر السلطنه، مخبر السلطنه کلاه پهلوی هنوز سرش بود. بعد بهش میگه که به اصطلاح چرا این کلاه تو عوض نکردی؟ میگه اونی که باید عوض کرد زیر کلاس، نه مغزو باید عوض کرد. خب. و بعدم میگه دو نو اینو چطوری به فروغی رفت میدی؟ خب میخوام بگم که اینها که مهمترین منتقدین بودن به نوع تجددش ایراد داشتن. بله. ولی فروغی جزء کسانی بوده که اولا اینقدر به اصطلاح محکم روی این مسائل نبوده، یعنی انتقاد جدی نداشته و معتقد بوده که همین کارهای فرهنگی خیلی ملایمی که داره میشه و گسترده، البته یعنی وضع آموزش زمینه تجدد واقعی رو فراهم خواهد کرد. اجازه بدید شفقت. آره ببینید، من فکر می‌کنم یکی از مشکلات این بحث اینه که ما داریم بحث رو تنها به فروغی تقلیل میدیم. مگه کسان دیگری مثل علی اکبر داور نبودن؟ مگه علی اکبر داور کسی بود که کمتر از فروغی بود؟ مگه کسی بود که مثلا کمتر از داور در دستید؟ این انتخاب یک نسلی از روشنفکران. ببینید علی اکبر داور، علی اکبر به هر حال داور بود، علی اکبر سیاسی بود، تقی‌زاده بود، ابراهیم پور داوود بود، قزوینی بودند، اینها همه مجموعه ای بودند که در اون زمان کارهایی میکردند که هر کدومشون به نوبه خودشون کارهای ارزشمندی انجام دادند که ما فکر نمیکنم بتونیم بگیم که مثلا فروغی تاثیرگذارترین بود یا ابراهیم پور داوود تاثیرگذارترین بود، چرا که ابراهیم پور سوال من اینه که مگه کسان دیگه نبودن که ما بخوایم فقط بگیم که فروغی در این وسط بود و در این دوران بود و فقط راجع به فروغی صحبت بکنیم؟ ولی ما فروغی رو به عنوان مثالی از همین نسل استفاده کردیم. خب چرا راجع به مثلا منظورم اینه که شما معتقدید که یک دوره‌ای بود و یک نسلی که بیانگر روح زمانه بودند و اونها حس می‌کردند که نیاز هست به همکاری با رضا شاه برای پیشبرد یک پروژه عظیم. در حال شما اگر این بحث رو مطرح می‌کنید، من میگید که فروغی مشارکت کرد با رضا شاه، مگه بقیه مشارکت نکرد؟ خب آقای شالگونی، بله حالا متوجه شدم که من فکر می‌کنم که سوال نکته‌ای که ایشون مطرح می‌کنن نکته مهمیه. واقعیت اینه که یه نفر نیست، مسئله عبارت از اینه که یه الگو هستش. داور مثلا واقعیت اینه که حتی مدرن‌تر بود از فروغی، انصافاً هم به لحاظ تحصیل، هم به لحاظ کاراکتر است. بله. منتها همین داور خودش یکی اگر به جای رضا شاه بود معلوم نبود کمتر آدم بکشه. یعنی اصلا آدم اتوریتر بود.
تیپش و در وزارتخونهش، در نمیدونم فلانش، اینا اصلا معتقد بودن به مدرنیته اتوریتر، مدرنیزاسیون اتوریتر. چیزی که جوهر مدرنیته هست، قبل از هر چیز انسان صاحب حقه. اگه این رو نتونیم بهش کمک بکنیم، نخواهیم تونست ما کشور رو فلان رو. همه اونهایی که میگیم درسته، همه اینا هم مفید هستن. من بگم که به معلم بودن فروغی من اعتراضی ندارم. من حتی اولین کتابی رو که درباره تاریخ فلسفه همین سیر حکمته و انصافا هم خودم رو مدیونش میدونم. البته بعد از 90 سال خب معلومه که حالا موضوع کهنه ایه، ولی معلم بودنش اشکال نداره. لیمه خالی لیوان رو ببینیم که چه نکردن، چه بایستی میشد. به نظر من قبل از هر چیز اون حرفی رو که شاملو گفت، همه کلمات دنیا را در اختیار داشتیم، چیزی نگفتیم که به کار آید. چرا؟ که یک کلمه، فقط یک کلمه در میانه نبود، آزادی. باید برای این کوشید، تلاش کرد. در کشوری که استبداد زده هستیم، اگه نتونیم انسان صاحب حق رو به وجود بیاریم، تقویت بکنیم، به اونجا نمیتونیم. آقای مهاجری، خود محمد علی فروغی هم در کتاب دیگه‌اش، نسیر حکمت در اروپا، که کتاب شاخصی شمرده میشد در اون زمان و هنوز هم هست، اما کتاب دیگه ای که از جهتی فوق‌العاده مهمه، آداب مشروطیت، و در اونه که نظرات لیبرالی خودش رو در مورد جدایی سه قوه میگه و همینجور در مورد اصل آزادی. خود آقای فروغی میگه هرگاه اختیار وضع قانون و اجرای قانون در دست شخص یا هیئت واحدی باشد، دولت استبدادی شکل میگیرد. بنابراین نمیشه گفت که آگاه بوده بر وضعیت اما خیلی جدی نمیگرفته. یعنی اگر فلسفه خود فروغی رو بدونیم، باید تمایلات استبدادی رضا شاه رو فوق‌العاده جدی میگرفت. یه عده از کسانی که راجع به فروغی قضاوت کردن میگن که به لحاظ علمی خیلی آدم عمیقی هست، ولی به لحاظ عمل ضعیفه. خب در عمل ضعیفه. حالا بله درسته، فروغی و نسل اون از جمله همین داورین ها میدونستن و میدیدن که رضا خان سردار سپه از همون روزها یه مقدار داره تندروی میکنه، یه مقدار از اون مسیری که واقعا آزادی خواهی باشه و احترام به دیگران، همون زمانی که ایشون مطبوعات رو محدود میکرد به هر حال. بله. که فرخی یزدی متحسن شد در سفارت. خب واکنش چون چی بود؟ آیا اینها جدی‌تر میگرفتن، میتونستن تاثیر بیشتری رضا شاه بگذارن؟ یکی از خطاها همین هست که اینها در اون موقع واکنش نشونه و این نشون ندادن واکنش مناسب. از 1310 یه نقطه عطفی که در دوره فرمان روایی رضا شاه هست، از 1310 هست که سرلشکر محمد حسین آرم میشه رئیس نظمیه، رئیس شهربانی، و پلیس سیاسی رو پایه‌گذاری میکنه. پلیس سیاسی یعنی آغاز یه چیزی مثل ساواک بعدی، بخصوص که مأموریتش عمدتاً راجع به تفتیش در مورد مقامات بود، دولت مردان. فروغی واکنشش چی بود به این قضیه؟ به این واکنش جدی ما نمی‌بینیم. فقط و فقط بعداً من تصورم این هست در سال 1312 که ایشون قدرت نخست وزیر رو قبول کرد، میخواست توجه شاه رو از اون ظاهرسازی ها، تغییر کلاه و تغییر لباس و این برنامه ها بگیر و ببند ها، متوجه امور فرهنگی بکنه. و خیلی هم تلاش کرد، همون ایجاد به هر حال فرهنگستان، دانشگاه تهران، دانشسراهای مقدماتی، دارالمعلمین و معلمات، همه اینها در جهت این بود که ایجاد انجمن طرفداران جامعه ملل، انجمن آثار ملی. در نطقی که در انجمن آثار ملی برای افتتاحش میکنه، میگه که من نمیخوام از گذشتگان فقط به اصطلاح تجلیل بکنم، میخوام بگم درسی که از گذشتگان میگیریم چی باید باشه. اجازه ببینیم خانم زکیپور سوالشون چیه. من فکر نمیکنم جواب سوالمو در مورد اینکه چرا این الگو تکرار نشد گرفتم، چون من بیشتر تاکیدم روی مثلا کسی مثل مصدق هستش که توی همون جریانات کودتای 28 مرداد خیلی از پیشنهاداتی که میتونست به نفع مردم باشه پیش از کودتا، بله آره بله پیش از کودتا، مثلا بانک جهانی رو نمیپذیره. نگران این بود که از طرف حزب توده متهم به خیانت نشه و احیانا قضاوت آیندگان که
خب کدومش میتونه باشه؟ میدونید که یه مقدار این ملاحظاتی که به هر حال تمام این روشنفکرا میکردن، یعنی میگفتن که اصل اون نظراتی که دارن ممکنه زیر سوال بره، و بخصوص یکی از اشتباهاتی که باز ما میکنیم که در همون دوره حزب توده کرد، این که منافع ملی رو واقعا اونطور که باید و شاید در نظر نمیگیریم. منافع گروهیمون و شخصیمون فردیمون رو همیشه به نحوی مقدم شمردیم بر منافع ملی، و یکی از اشکالات همین هست. اگه بخوایم یه مقایسه خیلی اجمالی بکنیم بین مصدق و فروغی، فروغی تو بدنه قدرت میمونه، کشور رو از خطر تجزیه نجات میده با مذاکراتی که با متفقین میکنه، ولی مصدق با نپذیرفتن خیلی از پیشنهاداتی که میتونه به نفع مردم باشه، زمینه کودتا رو فراهم میکنه. ببینید، اگر که از اون دوره بخوایم بیایم به دوره بعد، ناگزیر باید تمام اون زمینه‌ها شرایط اجتماعی رو بررسی بکنیم که توی این برنامه نمی گنجه. ولی اگر که منظورتون در اون مقطع رضا شاه هست که وضعیت فروغی با مصدق کلن فرق میکنه. البته این سوال خانم زکی پور بخصوص آقای شالگونی باید جواب بدن که نهفته در این سوال این است که تلاش برای اصلاح و سازش با قدرت میتونه خیلی جاها نتیجه بده، اما اون چیزی که تفسیر میشه به مقاومت و سازش ناپذیری گاه میتونه به فاجعه هایی مثل 28 مرداد منتهی بشه، به گفته ایشون. البته ببینید، یک مسئله که هستش، این خطرناکترین نتیجه‌ای که از این بحث میشه گرفت همین چیزیه که ایشون میگیرن. یعنی که اولا گویا فروغی ایران رو نجات داد، تجزیه داشت میشد. اصلا اون قدرت‌هایی که ایران رو اشغال کرده بودن نمیخواستن تجزیه بکنن، یادمون باشه. انقلاب بلشویکی شده بود در شوروی و انگلیسی‌ها احتیاج داشتن یه حفاظی درست بکنن در مقابل گسترش کمونیسم، و بنابراین که با خون و آتش این به وجود اومد. طبیعتاً در مثلا قبل از اینکه همین چه میگفتم به آقای مهاجری که مثلا روشنفکرهای دیگری بودن، ببینید همین تیمورتاش در کشتن قیام جنگل، در کشتن دکتر حشمت، در کشتن میرزا کوچکخان جنگلی، همین مخبر دوله هدایت در کشتن محمد خیابانی، همون قوام السلطنه در کشتن کلنل پسیان، اینا همه دست به دست هم دادن این کار رو کردن، ولی اونها روشنفکرهای نوع دیگری بودن. همون درویش بودن و آدم پاچیزه بودن، مثلا آدمی مثل کلنل پسیان میتونید پیدا بکنید شما، واقعا آدم وارسته‌ای بوده، یا مثلا آدمی شما وارسته مثل شیخ محمد خیابانی میتونید پیدا بکنید که با اینکه یک روحانی بود ولی واقعا افکار مترقی داشت، سعی میکرد که ایران رو به شکل دموکراتیک فهم بکنید. که فروغی و داور اینها از جنس دیگری بودن، اینها در قدرت از طریق قدرت میخواستن مدرنیته رو ایجاد بکنن و تمرکز ایجاد میکردن. جواب شما به سوال خانم زکی پور چیه؟ که چرا اون الگویی که فروغی و داور در رفتار سیاسی پیاده کردن دنبال نشد؟ آیا نظری که ایشون نهفته در سوالشون طرح کردن رو شما میپذیرید که دلیلش غلبه تفکر چپ بر فضای روشنفکری بود؟ واقعیت اینه که چپ غلبه نداشته هیچ وقت در ایران. چپ در فضای روشنفکری که داشته، اگر در حتی فضای روشنفکری هم ببینید، این فضای روشنفکری میدونید که در کشوری که آزادی وجود نداشته باشه چطور شما میتونید فضا رو کنترل، فضای روشنفکری یعنی فضای عمومی دیگه. بله. چپ تریبون نداشته جا. کار نمیخوام ادعای این بزرگی رو بکنم، ولی عملاً هیچ کار مثبتی در جهت روشن کردن مردم نکردن. ضمن اینکه اگه بخوایم مقایسه کنیم، می‌بینیم فروغی اومده کارهای زیربنایی کرده. اولین کتابات علوم سیاسی، علوم اقتصاد و حقوق اینا رو اضافه بکنیم این بحث که به هر حال شما اشاره می‌کنید که چرا راه فروغی‌ها ادامه پیدا نکرد. من فکر می‌کنم نکته اینه که در دوران پهلوی اول روشنفکرانی مثل فروغی و خیلی دیگه تفکر ملی دارن. یک پیشینه دارن، تاریخ قبل خودشون رو خوب میشناسن، از تاریخ دوران مشروطه رو خوب میشناسن، ولی روشنفکران دوره دوم بیشتر دغدغه‌شون به هر حال سیاسته، این که هر کسی مخالف با قدرت باشه روشنفکر محسوب میشه.
جلو قرن و قدرت چه نمی‌ایستادن. اینطوری نبود، اونا خودشون هم قدرت می‌داشتن. اینطوری نیست که روشنفکر باید در مقابل قدرت بایسته یا بیسته. ما اون زمان خانلری رو هم داریم. اصلا اینطوری نیست، خانلری اصلا کسی نبود اونجا. حالا خانلری کسی نبود، خانلری آدم بسیار بزرگ، حالا خب بسیار تاثیرگذار بود. ولی مسئله ای که وجود داره، شما در چپ ایران کسی مثل دکتر ارانی رو میشناسید شما؟ اصلا از گذشته ایران خبر نداشت؟ آیا حتی الان اون طرف خلیل ملکی رو میشناسید؟ اینطوری نیستن چپ ایران، همینطوری گویا اصلا آشنا نیستن با فرهنگ ایران. یا اونا رو من میذارم کنار، چپ رو بران که بحث چیز قطبی نشه، دکتر مصدق رو با اینها مقایسه بکنید. بالاخره فرهنگ ایران رو میشناخت و ملی هم بود، توجه داشته باشه، به خاطر ترس از توده نبود که ملی بود. بله، علی اکبر سیاسی در مقایسه با دکتر مقایسه که آقای شالگونی میکنن، در مقایسه که آقای شالگونی میکنن به نظرم مقایسه خوبی که البته خود شما اول تر کردی. این رو به شکل سوال مهمی از آقای مهاجری باید پرسید. رفتار سیاسی مصدق و فروغی نمیشه انکار کرد که دو رفتار سیاسی کاملا متفاوته. کدام یک بهتر نتیجه داده؟ خب رفتار مصدق مسلما نتیجه بخشتره، برای اینکه به هر حال اولا صداقت داره نسبت به اون و پایبند به اون هست تا آخرش هم ایستاده. شما به نظر میاد معتقدید فروغی هم چنین صداقتی داره؟ فروغی صداقت داره، ولی یه مقدار در عمل در پایبندی ایستادن روی اون اصول یه مقدار کوتاه میاد. حالا این سوال رو که به این ترتیب جوابش از شما گرفتم، ببخشید قطع میکنم، به یه شکل دیگه یه پیچ دیگه میدیم از آقای شالگونی میپرسیم. آیا مقایسه فروغی و مصدق قیاس مع الفارق نیست؟ برای اینکه فروغی در شرایطی در ارکان قدرت اومد شریک شد که خودش رو سهیم در یک پروژه مهم ملی میدید، پروژه‌ای که مصدق خودش رو سهیم درش میدید کاملا متفاوت بود، مسئله نفت، مسئله استقلال بود، اما فروغی مثلاش زیرساخت‌هایی بود که بر اساس اونها باید تجدد بنا می‌شد. این ترتیب میشه گفت یکی محکوم اون یکی نه؟ حتی اگر این فرض رو بکنیم، من به نظرم اینطوری نیست. مصدق ضمناً مدرنیستم بود، ولی حتی ولی در شرایطی متفاوت، ولی حتی اگر اینطور فرض بکنیم، مصدق کسی بود که به نظر من ایشون گفتن که ملی میترسید، نه فروغی ملی بود، نه مصدق ملی بود. مصدق بود که میگفت که همین فروغی رو یکی از اتهاماتش از نظر نگران ملی شدن ایرانیت و اینا براش مهم بود. مصدق کسی بود که تاکید میکرد که خب ما به چه کار هستیم، هم با روس‌ها مخالفت میکرد هم با انگلیسی‌ها. و یکی از اتهامات میگن که ایشون میگن مصدق نگران قضاوت آیندگان بود، برای همین سازش نمی‌کرد، ولی فروغی چنین نگرانی نداشت. اصلا اون اولا که نگران آیندگان بودن هم خودش کیاست می‌خواد، ولی مسئله این نیست. مسئله عبارت از اینه که اون موقع چطور می‌شد شما جاده بکشید ولی کشورتون رو دیگران ببرن؟ تقریبا دو سوم خاک ایران در قراردادی که بعداً در دوره رضا شاه بسته شد و نفت رو دوباره تجدید کردن و تغییرات بست، در واقع زیر کنترل شرکت ملی نفت شرکت ایران انگلیس قرار گرفت. بعد آوردن مصدق میگه شما چرا این قرارداد رو بستید با آقای تقی‌زاده که انصافاً از مشروطه طلبا بود؟ بله. گفت من آلت فعل بودم. آخه این درست از یک نفر که تازه من از روش تصادفاً فکر میکنم تقی‌زاده رو باید بیشتر کتک زد. بله. چون اصلا اون از پایین برخواسته، ادعای به اصطلاح برخواست آزادی داره، فلان داره. فروغی اصلا چه ادعای انصافاً نداشته. بله. ولی بنابراین اصلا این جرمه. آقای شفقت اگه سوال دیگه ای دارید، اگر نه من سوالی بپرسم. آره شما میتونید سوالی بپرسید که من سوال خاصی. اشاره ای که آقای شالگونی کردن به وضعیت مملکت علارغم نوسازی هایی که شد در دوره فروغی و صدر اعظم های دیگه، بخصوص وقتی به ارتش ایران نگاه میکنیم اشاره به جاییه. گفته میشه رضا شاه و وزراش خیلی آباد کردند، از جمله ارتش رو خیلی تقویت کردند، ولی همین ارتش در شهریور 20 معلوم میشه پوشالیه. فراموش نکنیم که یه مدتی هم فروغی وزیر جنگ بود. اون زیرساخت‌هایی که گفته میشه در دوره رضا شاه با کمک رضا شاه وزرایی و نخست وزیرایی چون فروغی تحریختن،
عملاً استحکامی از خودش نشونه. مثالش ارتش ایران بود. درسته. همه خرجش بود. اون کارهایی که فروغی روش تاکید داشت که اولاً به بیشتر به توده مردم و جامعه مربوط می شد، یعنی آگاه کردن عمومی، گسترش تحصیلات و آموزش ها. ولی در مورد ارتش وقتی که داره از 1310 به خصوص که روز به روز داره به سمت دیکتاتوری پیش میره رضا شاه، از خود ارتش هم از افراد صادق توهی شد. بله آقای شالگونی خیلی کوتاه قبل از اینکه برنامه رو خاطر که بیشتر اینطوری فکر بکنیم که بذارید مثالی بزنم تا قضیه روشن بشه. ببینید جمهوری اسلامی میگه که در دوره سی و چند ساله 20 برابر شده دانشجویان ایران تحصیلات عالی کننده، و انصافا هم چیز بدی نیست که نمیشه آدم مخالفت بکنه که نه اینطوری نیست بده. بله. ولی توجه داشته باشید که اون طرف قضیه را چقدر کشور ما شکننده تر شده. دقت بکنید انسان صاحب حق وجود نداره تو این کشور. اینا دموکراسی رو توجه نمی کردن. اگر هم در لیست مثلا آدمای مثل فروغی یا داور بود، بعد از اینکه کارهامون رو کردیم ممکنه یه کارهایی بکنیم. بله. چرا داور مثلا شاگرد پارتو بود، پارتو هم اینطوری میگفت. بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. اینکه پارتو کی بود رو به بینندگان واگذار میکنیم که برن و جستجو کنن پیدا کنن. به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه علیرضا مهاجری، محمد رضا شالگونی، توبا زکیپور و احسان شفقت. از طریق وبسایت ما با آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید برای ما ایمیل بفرستید. در همین وبسایت نسخه تصویری و همینطور پادکست، یعنی نسخه صوتی برنامه ها در دسترس شماست. و اگر گمان میکنید چیزهایی ناگفته مونده و دوست دارید همین بحث رو ادامه بدید، به فیسبوک ما سری بزنید. شب و روز بر همه شما خوش.